ملت عشق، نوشته الیف شافاک، ترجمه ارسلان فصیحی، قسمت 38. الا بوستون، 19 ژوئن 2008. نوشته بودی چیزهایی که تا اینجا برایت تعریف کردم رویت تأثیر گذاشته و کنجکاو شده ای ادامه ماجرایم را بدانی. من اما از این می ترسم که حوصله‌ات را سر ببرم. الا اینهایی را که می نویسم تا به حال به کسی نگفته بودم. حتی فکر می کردم خودم هم خیلی وقت پیش فراموششان کردم. تابستان 1975 را در مراکش میان صوفی ها گذراندم. برای اولین بار در عمرم خانقاه دیدم. اتاقم سفید بود، کوچک و ساده. فقط احتیاج‌های اساسی را برآورده می‌کرد، همین و بس. یک تشک، یک لامپا، یک تسبیح کهربایی، یک گلدان روی تاقچه، نقش برجسته دست حضرت فاطمه روی دیوار و میزی از چوب گردو که توی کشوش شعرهای مولوی بود. همش همین بود. نه تلفن بود، نه تلویزیون، نه ساعت دیواری، نه رادیو. سخت نگرفتم. با خودم گفتم پس از آن همه سال زندگی در خانه بی سرپناه ها خیلی راحت می توانم توی خانقاه زندگی کنم. بابا صمد بزرگ این مکان روحانی بود. آدم فوق‌العاده‌ای بود. خیلی آقا، با معلومات، سرد و گرم روزگار چشیده و باهوش. وقتی پرسید برای چه میخواهم به مکه و مدینه بروم، در جواب دادن عجله کردم. دنیای اسلام برای ما غربی ها مثل قوطی سربسته است. آدم از چیزی که نمیشناسد میترسد. نشناختن خاورمیانه باعث میشود ترسمان و پیش داوریمان بیشتر شود. اگر یک عکاس غربی به مقدس‌ترین شهرهای مسلمانان برود و به حرف آدم‌های آنجا گوش دهد و عکسشان را بگیرد، بعد این عکس‌ها و حکایت‌ها را همه جای دنیا پخش کند، آیا قدمی در راه آشتی و گفتگو میان دین‌ها بر نداشته؟ بابا صمد لبخند زد و طوری که انگار جواب سوالش را نداده باشم، دوباره همان سوال را پرسید. از ما کمک می‌خواهی؟ اما اول بگو برای چه میخواهی به مکه و مدینه بروی؟ آن موقع بود که فهمیدم باید رو راست باشم، هم با او هم با خودم. چون اگر موفق بشوم میتوانم عکسهایی را که گرفتم به قیمت خوبی بفروشم و همه جای دنیا مشهور شوم. بابا صمد آرام سرش را تکان داد و گفت میفهمم. حالا که تا اینجا آمده ای و از ما کمک خواسته ای، نمی توانیم دست رد به سینه‌ات بزنیم. کمکت می کنیم، اما نه برای اینکه تو به خواسته نفست برسی، برای اینکه شاید راهی که می پیمایی برایت چون سفری درونی باشد. خدا دوست دارد بنده های عزیزش را در بیابان سرگردان کند تا وقتی به آب می رسند قدرش را بدانند. انشاءالله قسمت می شود و سرانجام نه برای پول و شهرت، بلکه به خاطر عشق به کعبه می روی، به کعبه درونت، یعنی به قلبت. منظورش را نفهمیده بودم، اما راستش را بخواهی برایم مهم هم نبود. با خودم می گفتم تیپ های عارف مسلک معمولا از این حرف های بی سر و ته می زنند. می خواستن به من کمک کنند، همین برایم کافی بود. بابا صمد گفت تا وقتی به مکه بروم میتوانم بمانم و آنجا را مثل خانه خودم بدانم، اما فقط یک شرط داشت: ماده مخدر قدغن. مثل بچه‌ای که سر بزنگاه مچش را گرفته باشند دست پاچه شدم. نکند موقعی که بیرون بودم ساکم را گشته بودند. بابا صمد انگار فهمیده باشد به چه فکر میکنم، حرفی زد که به دلم نشست. برای فهمیدن اینکه مواد مصرف می‌کنی احتیاجی به گشتن وسایلت نیست. چشم‌هایت را که می‌بینم، مگر همین کافی نیست؟ چشم‌هایت چشم‌های آدم معتاد است. جنبه عجیب قضیه این است که تا آن روز خودم را به آن راه زده بودم و قبول نکرده بودم به مواد وابسته شدم. گمان می‌کردم من از مواد استفاده می‌کنم، نه اینکه مواد از من استفاده کند. فکر می کردم افسار دست من است. بابا صمد گفت
اگر زخمی داشته باشی که به نظر من داری، بی‌حس کردن زخم چیزیست، مداوای زخم چیز دیگر. وقتی تأثیر مواد تمام می شود، مثل آن است که تأثیر داروی بی‌حسی تمام شده باشد. هر کجای بدنت که درد می کند، دوباره درد می گیرد. حق داشت، می دانستم، قول دادم. همه مواد شیمیایی همراه هم حتی قرص های خوابم را به او تحویل دادم. اما بدنم شروع کرد به لگد انداختن، روحم شروع کرد به سکندری خوردن. در عرض 4 ماهی که در خانقاه بودم، بارها قولم را زیر پا گذاشتم و از راه به در شدم. اگر تصمیم بگیری نشه شوی، هر جای دنیا که باشی مواد می آید و پیدایت می کند. حتی لازم نیست دنبالش بگردی، همانطور که آب می گردد و چاله را پیدا می کند، مواد هم معتاد را پیدا می کند. شبی باز فرار کردم و دیر وقت نشعه برگشتم، اما در بسته بود. مجبور شدم توی باغچه بخوابم. صبح روز بعد پیدایم کردند، در حالی که از سرما مچاله شده بودم. نه بابا سمت سوالی کرد، نه من توضیحی دادم. اگر این حادثه های ناگوار را در نظر نگیریم، کاملا میانه ام با صوفی ها خوب بود. آرامش خانقاه برای حالت روحیم مفید بود. بعد از مدت ها خودم را در آرامش احساس می کردم. در آمستردام عادت کرده بودم با کلی آدم غریبه زیر یک سقف زندگی کنم، اما اولین بار بود مزه تنهایی آرامش بخش را می چشیدم. در اولین نگاه آدم تصور می کرد در اینجا نوعی زندگی اشتراکی وجود دارد. همه ی درویش ها با هم می خوردند، می آشامیدند، دعا می خواندند، ذکر می گفتند، می خوابیدند. اما توقع اصلی این بود که هر کسی تنها بماند و متوجه درون خودش شود. آدمی که به صوفیگری علاقه من می شود، ابتدا باید تنها ماندن در میان جمع را بیاموزد، بعد هم یکی کردن جمع درونش را. اول می گویی در دنیا فقط من هستم، بعد می گویی در من دنیایی هست، و در نهایت می گویی نه دنیا هست نه من هستم. در مدتی که منتظر بودم صوفی های مراکشی مرا مخفیانه به مکه ببرند، اوایل از سر بی‌حوصلگی و چون کار جالبتری برای انجام دادن نداشتم، اما بعدها با کنجکاوی و اشتیاقی که رفته رفته عمیق‌تر می‌شد شروع کردم به مطالعه فلسفه تصوف. دیده ای یک وقتهایی آدم یک جرعه آب که می‌خورد تازه می‌فهمد چقدر تشنش بوده؟ من هم درست همانطور، مثل تشنه ها نوشیدم از چشمه معرفت. در آن تابستان طولانی در میان آثاری که خواندم، مثنوی بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. روزی بابا صمد گفت من را که میبیند یاد کسی میافتد. شخصی که در ذهنش تداعی میکردم درویش آواره‌ای بود به اسم شمس تبریزی. بعضی ها درباره‌اش حرفای عجیب و غریب زده بودند، اما اگر از مولوی میپرسیدی، شمس هم ماه بود هم خورشید. هرچه بیشتر به حرفایش گوش می کردم، کنجکاویم بیشتر می شد. اما این کنجکاوی از آن کنجکاوی های عادی نبود. وقتی بابا صمد داشت درباره شمس برایم صحبت می کرد، لرزشی عجیب احساس کردم. نوعی آشنا پنداری بود. چیزی را که الان می خواهم اعتراف کنم تا به حال به کسی نگفتم الا، اما خدا شاهد است، آن شبی که بابا صمد اولین بار احوالات شمس تبریزی را برایم تعریف کرد، در اتاق به جز ما یک نفر دیگر هم بود. بدنی غیر جسمانی، پرتو نوری فسونکار. صدای دم و بازدم یکی را شنیدم. روی دیوار متوجه سایه ای شدم. وزش نازنین نسیم شبانگاهی یا لرزش ابریشمگون بالهای فرشته ای. سبب هر چه بود در هوا نوعی افسون وجود داشت. یک دفعه چیزی را فهمیدم. نیازی نبود به شهر دیگری بروم. در طول زندگیم همیشه آرزو کرده بودم به جاهای دیگر بروم، به جاهایی ماورای مکانی که در آن هستم. از نگرانی هایم، از هوس هایم، از جنگیدن با خودم خسته شده بودم. آن موقع اما درست جایی بودم که میخواستم باشم. تنها کاری که باید می کردم این بود که آنجا بمانم و درونم را بنگرم. من هم همان کار را کردم. در خانقاه ماندم. سالها گذشت. آنجا پخته شدم.
همه اوقاتم به عبادت و مراقبه می گذشت. آنجا مسلمان شدم و اسم عزیز زکریا زهارا را برای خودم انتخاب کردم. روزی از روزها بابا صمد ساکم را پس داد و گفت دیگر وقت رفتن رسیده. مثل پرندهی شکاری پرواز خواهی کرد از این لانه. حالا که عالم درونت را گشته ای و از نفست گذشته ای، برو و دنیا را بگرد. انسانهایی مثل تو همه عمرشان را در زاویهی سرپوشیده نمی گذرانند. تو حکایتهایی برای تعریف کردن داری. به این ترتیب از جایی که با اسم کریگ واردش شده بودم، با نام زهارا خارج شدم. به این مرحله جدید و پر از سیاحت زندگیم میگویم موسم آشنایی با حرف فی کلمه صوفی. باقی بقایت عزیز. شمس، قونیه، شوال 643. بی توقف تسبیح میگرداند انگشتانش. از فرط تفکر چین افتاده بر پیشانیش. تک و تنها نشسته مولانای عزیز. خورشید غروب کرده. این ساعتی است که فرشته ها با انسان ها در می آمیزند. مرزهای حقیقت و خیال محو می شود. همانطور که سر پا ایستاده بودم و در سکوت تماشایش می کردم، ناگهان به عالم دیگر کشیده شدم. به کشف و شهود پرداختم. حالت مولانا را در سالهای بعد دیدم. پیرتر و لاغرتر و غمگینتر بود، اما با هیبت و عظمت بیشتری نشسته بود در همان نقطه، زیر همان نور زرد عسلی. بزرگوارانه به اطرافش می نگریست، اما در دلش دردی آرام نشدنی داشت. نبود مرا مثل زخمی بر وجودش حمل می کرد. در آن لحظه دو چیز فهمیدم. اول اینکه مولانا در این خانه پا به سن می گذارد و تا آخر عمر در این شهر می ماند. دوم اینکه پس از رفتن من، زخمی که بر اثر نبودنم باز می شود بسته نخواهد شد. چشمهایم پر اشک شد. صدایش از عالم دیگر جدایم کرد. شمس، حالت خوب است؟ سر پا نایست، بیا بنشین. به نظر ضعیف می رسی. به سختی لبخندی زدم، اما سنگینی حرفهایی که می خواستم بزنم مثل سنگ آسیا از گردنم آویزان ماند. صدایم گرفته بود. راستش حالم خیلی خوب نیست. خیلی تشنه‌ام شده. اما در این خانه چیزی نیست که تشنگیم را فرو بنشاند. مولانا گفت در آن صورت می روم از کرا می پرسم. هر چه دلت می خواهد بگو برایت آماده کنند. نه نمی خواهم. چیزی که من لازم دارم در مطبخ نیست که. در میخانه است. امشب دلم می خواهد مست کنم. نگرانی را در چهره مولانا دیدم. به نظر می رسید گیج شده. گفتم کوزه را به جای آن که در مطبخ پر کنی در میخانه پر کن. عالم بزرگ با تردید پرسید یعنی چه؟ می خواهی برای از شراب بخرم؟ همینطور است. اما فقط برای من نه. اگر بروی و برای هر دوی من شراب بخری خیلی مقبول می شود. دو کوزه کافی است، یکی برای تو، یکی برای من. اما یک خواهش هم دارم. به میخانه که رفتی با عجله کوزه ها را بر ندار. کمی آنجا سرت را گرم کن، با آدم ها صحبت کن. من اینجا منتظرت میمانم، لازم نیست عجله کنی. مولانا به صورتم نگاه کرد. در چشمانش هم عصیان بود هم تشویش. در آن لحظه یاد شاگرد مو قرمز در بغداد افتادم که میخواست رفیقم باشد. از بس در این فکر بود که دیگران درباره‌اش چه فکری میکنند، فرصت پیدا نکرد در دریای تصوف اوتور شود. آیا مولوی هم از ترس از دست دادن اعتبارش صرف نظر خواهد کرد از پیش رفتن در این راه؟ اما مولانا پس از لحظه تردید بلند شد. سرش را به این معنا که خیلی خوب باشد تکان داد و گفت تا این سن رسیدم نه به میخانه رفتم نه قطره شراب در دهان گذاشتم. به نظرم نوشیدن شراب صحیح نیست، اما به تو کاملا اعتماد دارم، چون باور دارم که بیهوده چون این چیزی از من نمیخواهی. لابد حقیقتی هست که میخواهی ببینمش. به خاطر گل روی تو ای دوست به جایی که گفتی میروم.
آن شراب را میگیرم و میآورم، حتی اگر این کار بر نفسم سنگینی کند، حتی اگر بر پاهایم دشوار باشد و حتی اگر بر اعتبارم لکه بیاندازد. بعد خداحافظی کرد و رفت. همین که از اتاق بیرون رفت، زانو زدم، سجده کردم، تسبیحی را که مولوی جا گذاشته بود برداشتم، بارها و بارها به درگاه پروردگار شکر کردم که چنین رفیق خارق‌العاده‌ای نصیبم کرده. مولانا رودی خروشان است، رودی خروشان و درخشنده که در جا نمی‌زند. به روی همه انسان‌ها و همه هستی آغوش می‌گشاید. درباره هیچ کس پیش داوری نمی‌کند. همیشه کنجکاو است بداند در آن فراسوها چه چیزهایی هست و بعد کشفشان کند. تنها وظیفه من این است که سد فراروی آن نهر را ویران کنم. همین. آرزو می کنم تا آخر عمر از مستی عشق الهی به هوش نیاید.